جناب آقای رجویان، اگر صدای من رو دارید به من اطلاع بدید که تماس وصل شده. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم، من در خدمت شما هستم. عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای رجبیان و تسلیت عرض میکنم این واقعه جانگداز رو، ارتحال آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رو خدمت شما و همینجا تشکر میکنم از حضرت عالی به خاطر پخش همزمان ویژه برنامه شیخ الفقها در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ابتدا اگر سخنی با بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام و شبکه جهانی حضرت ولی عصر دارید بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، بنده هم از سلام دارم خدمت حضرت عالی و تشکر و تقدیر به زحماتتون، همچنین بینندگان عزیز هر دو شبکه، و تسلیت عرض میکنم خدمت حضرت عالی و دیگر بینندگان، در خدمتتون هستم. من بزرگوارید، متشکرم از اینکه قبول زحمت فرمودید و برای این ارتباط تلفنی و تماس تلفنی وقت گرانبهای خودتون رو گذاشتید. خدمتتون عرض کنم که بزرگوارید، با توجه به اینکه حضرت عالی مدیریت شبکه جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در دست دارید و فعالیت‌های مهدوی شما و شبکه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بر کسی پوشیده نیست، سوالم رو این گونه مطرح کنم که از فعالیت‌های مهدوی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی قدس سره چه اطلاعاتی دارید و برای بیننده های ما چه سخنانی در این زمینه دارید؟ عرض شود خدمت شما که ضمن شکر از بسن زن شما، البته یکی از مهمترین وظیفه تقدید توجه وافر به وجود شریف آقا صاحب الزمان علیه السلام و متوجه کردن مردم به این مقام والا و معظمه که حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در عملشون معلوم بود، یعنی عمل هر شخصی نشانه اعتقادات اوست، یعنی ما از اعمال اشخاص میتونیم متوجه بشیم که عقاید درونی اون شخص در چه حدی است. و حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی خدا رحمتشون کنه یکی از ناصحهایی بودند که این توجه رو همیشه نسبت به مقام شامخ امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتن، در اکثر قریب به اتفاق دیدارهایی که داشتند توجه و تمرکزی روی آقا صاحب از زمان مسئله مهدویت داشتن، مخصوصا مسئولین حوزه های علمیه که با ایشون دیدار داشتن، تأکید وافری داشتن که ما باید حوزه علمیه رو طوری قرار بده جایگاهی برای تربیت افراد، برای خدمتگذاری به اهل بیت عصمت و طهارت و در رأس اونها وجود شریف صاحب الزمان علیه السلام باشد. حوزه علمی نباید خروجی اون خادم به حکومت ها، خادم به دولت ها، خادم به، فقط و فقط باید خروجی حوزه علمیه خادم اهل بیت و خادم آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. و بیانهای زیادی هم مرحوم آیت الله عظمی صافی گلپایگانی در باره مهدویت، مسائلی که مهدوی در مربوط به آقا صاحب الزمان بوده داشتن، که در یعنی گزیده ای از اون پیام ها رو در یک کتاب به نام پیام های مهدوی به چاپ رسوندن. یک کتاب خیلی جامع در حول مسئله مهدویت که دارن، کتاب منتخب الاثره، که خیلی این کتاب خیلی مورد لطف و عنایت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بود و اونچه که نقل میکنن یعنی تشویق این کار از ناحیه حضرت آیت الله العظمی بروجردی بود، چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، اینجا خوبه که عرض بشه که از
نزدیکان به مرحوم آیت الله عظما بروجردی بودند. حضرت آیت الله العظما بروجردی نظر لطف و عنایت خاصی نسبت به ایشون داشت و ایشون هم جزء یکی از اون هیئت‌های در لجنه استفتاءات ایشون فعالیت داشتن، یعنی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی در لجنه استفتاءات مرحوم آیت الله العظما بروجردی در اون زمان حیات از آیت الله العظما بروجردی. هزینه چاپ این کتاب رو کتاب منتخب الاثر مرحوم آیت الله العظما بروجردی پردازند و وقتی که کتاب چاپ میشه و مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک جلد از اون کتاب رو که اون زمان جلد اول تنها چاپ شده بود، بعداً به سه جلد ارتقا یافت ظاهراً، میبرن خدمت مرحوم آیت الله عظما بروجردی. حضرت آیت الله عظما بروجردی هزینه اون کتاب رو، هدیه اون کتاب رو خدمت آیت الله عظما صافی گلپایگانی تقدیم میکنن. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی خدمت آیت الله بروجردی عرض میکنن که این هزینه کل کتاب رو که شما دادید. حضرت آیت الله العظما بروجردی میفهمن که این کتاب خیلی ارزشمنده، درسته من هزینه کل رو دادم اما اونقدر ارزشمنده که نباید رایگان به کسی داده بشه، در هر صورت باید پول داده بشه، این اثر گرانبهایی است. حالا منظورم اینه که اون نظر لطفی که حضرت آیت الله عظما بروجردی به ایشون داشتن، حالا یک داستان تشرف هم که من از زبان حاج آقا حسن صافی گلپایگانی فرزند مرحوم آیت الله العظما بروجردی، ببخشید فرزند مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی هست، که ایشون فرمان که در زمان حیات حضرت آیت الله العظما گلپایگانی که پدر خانم حضرت آیت الله صافی بودند، یک فقیهی بود، یک مجتهدی بود به نام آیت الله فقیهی، از علماء زاهد و عالم و بزرگواری بودند. این اواخر عمر، یعنی کسالتی که منتهی به فوت آیت الله فقیهی هم میشه، مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی همراه با مرحوم آیت الله حاجی میرزا مهدی بروجردی به عیادت آیت الله فقیهی میرن. اونجا حضرت آیت الله فقیهی خدمت این دو بزرگوار عرض میکنن که من یک مسئله رو وظیفه دارم خدمت شما عرض کنم. من چند پیش در همین بیماری یک آقایی بدون اینکه در بزنه وارد شد و من خیلی تعجب کردم. این جریان رو از زبان حاج آقا حسن صافی گلپایگانی دارم نقل میکنم. بله. و وقتی اومد از قرائن مشخص شد که این آقا وجود شریف صاحب الزمان علیه السلام هست. خب حالا اون چی که بینشون گذشته، این چیزی که آیت الله فقیهی خدمت مرحوم آیت الله گلپایگانی که پدر خانم حضرت آیت الله صافی هستن نقل میکنن، اینه که آقا به من گفتن که سلام برسونید به آقای حسین بروجردی و این پیام رو بهشون برسونید که فعالیت‌های شما مورد نظر ما هست و ما میپسندیم و قلب ما رو خوشحال کرده. غرض این که آقای بروجردی که حالا البته غیر از این تشرف مقامات و کرامات و کمالات مرحوم آیت الله عظما بروجردی بر کسی پوشیده نیست، اما همواره نظر لطف و عنایت خاصی به مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی داشتن و حتی مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی از طرف مرحوم آیت الله بروجردی سالها مسئولیت این که امتحان از فضلا و علما حوزه‌ای که در سطح عالی و در سطح خارج هستند داشتند و شماری از مجتهدین و بزرگان فعلی اینها همه امتحاناتشون رو در زمان خود در خدمت حضرت آیت الله صافی گلپایگانی دادم. به هر حال ایشون 20 جلد دیگه غیر از منتخب الاثر در مورد مسائل مهدوی دارن و باز نقل، این نقل که میکنم از قول حاج آقا حسن صافی گلپایگانی نقل میکنم که ایشون میفرمودن که پدر من، خودشون میفرمود که من از سن 14 سالگی
شاید بشه گفت اکثر یا قریب به اکثر کتبی که در نقد بهائیت نوشته بود رو مطالعه می‌کرده بودم و در این زمینه فعالیت داشتم. ایشون در گلپایگان در از همون سن 14 سالگی در معادلا صافی گلپایگانی در گلپایگان برنامه‌هایی داشتن، منبر می‌رفتن، صحبت کردن، بحث می‌کردند و با بهائیت مبارزه داشتن که عرض می‌کنم اینها رو از قول حاج آقا حسن عرض می‌کنم خدمتتون. بله. که تقریبا سال تا سال 1360 سال 1360 دیگه که گلپایگان رو ترک میکنن و به قم میرن، بعد از اون به نجف میرن و خلاصه یک حیات با برکتی داشتند، هم از نظر علمی هم از جهت اینکه اونقدر توجه وافر به وجود شریف آقا صاحب از زمان داشتند که الان به عنوان یک مرجع مهدوی در بین متدینین و شیعیان معروفن. خدا رحمت کنه ایشون رو انشاءالله که در نزد والیانشون از بهترین نعمات برخوردار هستن. من در خدمت شما هستم. الهی آمین، راهشان پر رهرو باد انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای رجبیان از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.